کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقریبا 1/5 از واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شرکت کردند. طالبان از مردم خواسته بودند در رای گیری شرکت نکنند و یک رشته عملیات علیه حوزه‌ها و مراکز انتخاباتی نیز انجام دادند، اما مقام‌های افغانستان با بسیج 10,000 نیروی انتظامی و امنیتی از بروز حمله تروریستی بزرگ جلوگیری کردند. هوشمند میرفخری و جزئیات بیشتر این باره. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز گذشته برگزار شد همچنان ادامه دارد. این چهارمین دور رأی‌گیری برای گزینش رئیس جمهوری افغانستان از زمان سرنگونی طالبان بود و 9,600,000 نفر از افغانها برای شرکت در آن ثبت نام کرده بودند. یکی از اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید آمار اولیه نشان میدهد که در قیاس با رأی‌گیری های قبلی شمار کمی از افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند. ارقامی که بر ما شب گذشته به شکل احتمالی بین 55% که رسیده، از 2,597 مرکز که از جمع 4,905 مرکز که رسیده، 1,051,000 واجد شرایط بودند که رای دادند. بنا به اعلام وزارت داخله و وزارت دفاع افغانستان، طالبان روز شنبه 68 حمله علیه حوزه های انتخاباتی انجام دادند که به کشته شدن حداقل 15 غیر نظامی و زخمی شدن 65 نفر دیگر منجر شد. در این رشته از عملیات که با پرتاب راکت و چسباندن مین توأم بود، 4 نفر از ماموران انتظامی نیز کشته و 37 نفر از آنان مجروح شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید این اقدامات طبعا بر تعداد شرکت کنندگان در رأی گیری اثر گذاشته، اما انتخابات در کل را مختل نکرده است. طالبان بر علیه انتخابات اقدام کردند، آن را آلت دست بیگانگان خواندند و مشروعیت رأی گیری را به زیر سوال بردند، اما مردم با به خطر انداختن جانشان در آن شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان واقعا اهمیت ندارد. مهم این است که همین تعداد از مردم نشان دادند که می‌خواهند در تعیین رئیس جمهوری آینده مشارکت کنند. یکی از ساکنان پایتخت افغانستان نیز اظهار امیدواری کرد که مقام‌های افغان با هر نوع اختلال و تقلب در رأی‌گیری مقابله کنند. ما دیروز رأی دادیم و تأکید ما برای می است که از همه رأی مردم صحیح درست حفاظت شود، تقلب صورت نگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از قول کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رأی‌گیری روز شنبه در 4,942 حوزه در سراسر کشور برگزار شد، اما تماس آن کمیسیون با 901 حوزه رأی‌گیری کاملا قطع شده است.